ترسناکترین جای کل جهان. امکان نداره که به آسمون شب نگاه کنید و شیفته ی عظمت کیهانی که در اون زندگی میکنیم نشید. مثلا ستاره شب‌آهنگ که پر نورترین ستاره ی آسمونه، البته به جز خورشید رو در نظر بگیرید. این ستاره 8.6 سال نوری از ما فاصله داره. ستاره قطبی توی فاصله 431 سال نوری هستش و کهکشان آندرومدا که نزدیکترین کهکشان همسایه است چیزی حدود 2.6 میلیون سال از ما دورتر. این ابعاد عظیم با اینکه عجیب به نظر میرسه، مقیاس خیلی خیلی کوچیکی توی کیهان محسوب میشه و فواصل همسایه های ما رو نشون میده. اما سوال اینجاست که آیا چنین منظره‌ای توی کیهان عادی و در همه جا میتونیم چنین توضیحی از اجرام داشته باشیم؟ به هیچ وجه. برای مثال ناحیه پوچ بوتیسوید رو در نظر بگیریم. ناحیه از صورت فلکی گاوران که از بقیه کیهان متفاوت تر به نظر میرسه. همراهان تکسون تیوی سلام. اگه دوست دارین بدونین ترسناکترین جای کل جهان کجاست با ما همراه باشین. ولی ازتون میخواییم لطفاً قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. نگاه جزئی به ناحیه پوچ بوتیسوید. ناحیه پوچ بوتیسوید چاله‌ای به قطر 330 میلیون سال نوری، یعنی 0.27% کل جهان که میشه گفت تقریباً همه جای اون هیچ کهکشانی به وجود نیومده. برای مقایسه این ابعاد باید بگیم که قطر کهکشان راه شیری فقط 100 هزار سال نوریه. حتی میتونیم کهکشان راه شیری و آندرومدا رو توی فاصله واقعی اونها توی این ناحیه به راحتی جا بدیم. این ناحیه حدود 700 میلیون سال نوری از ما فاصله داره و از دید ما توی زمین در صورت فلکی گاوران وجود داره. حجم تقریبی این ناحیه پوچ برابر با 236 هزار مگاپارسک مکعب هستش. این ناحیه رو رابرت کریشنر تو سال 1981 میلادی کشف کرد. توزیع کهکشان‌ها. توی سال 1989 میلادی کریشنر یه بار دیگه 15 کهکشان دیگر رو هم توی این ناحیه پیدا کرد و به لیست قبلی اضافه کرد. اگه توزیع کهکشان‌ها توی این ناحیه طبق قانون تعمیم پیش رفته بود، باید به ازای هر 10 میلیون سال نوری یک کهکشان وجود داشته باشه، یعنی چیزی در حدود 2000 کهکشان. اما در کل و تا سال 1997 میلادی در مجموع 60 کهکشان توی این ناحیه کشف شد. ناحیه پوچ بوتیسوید یکی از بزرگترین نواحی پوچی هستش که منجمان تا الان توی کیهان دیدن. این ناحیه به قدری بزرگه که اگه کهکشان راه شیری در مرکز اون قرار داشت، انسان ها تا سال 1960 میلادی از وجود کهکشان های دیگه در کل کیهان با خبر نمی شدن. نواحی پوچ چه قسمت هایی از کیهان هستن؟ نواحی پوچ فضاهای گسترده ای هستن که بین رشته های کهکشانی بزرگترین مقیاس کیهانی وجود دارن. در این نواحی به ندرت کهکشانی پیدا میشه و خیلی وقتا اصلا هیچ کهکشانی وجود نداره. نحوه تشکیل و تکامل این نواحی در کیهان بسیار متفاوت تر از تشکیل خود کیهانه. جهان ما به طرز یک نواختی گسترش نیافته. بعد از بیگ بنگ همه چیز متوازن و یک نواخت گسترش یافته بود. جاذبه همه چیز رو با فواصل یکسان از هم نگه داشته بود و اجرام نمیتونستن با همدیگه برخورد کنن تا اجرام بزرگتر را به وجود بیارن. پیدایش نواحی پوچ. یکم بعد از ابتدای شکل‌گیری کیهان، متغیرهای چگالی با نوسانات کوانتومی تشدید شدن و در نهایت پوشه‌های کهکشانی و نواحی پوچ را به وجود آوردن. به عبارتی با این نوسانات کوانتومی در بافت فضا زمان ماده رو به وجود آوردن. این موضوع وقتی جالب میشه که بدونید وقتی این نوسانات در اطراف نواحی چگالتر ایجاد شدن، ماده و در نهایت کهکشان‌ها رو تشکیل دادن. و وقتی که در بخش‌های با چگالی کمتر ایجاد شدن، چگالی اون نواحی رو حتی کمتر هم کردن و نواحی پوچ یا وویت ها رو به وجود آوردن. آیا توضیحی برای ناحیه پوچ بوتیسوید وجود داره؟ ناحیه بوتیسوید به طور کلی هم پوچ نیست و کهکشان‌ها توی اون به شکل آشوبناکی در کنار هم چیده شدن. ممکنه این چینش باقی مونده ای از مرز بین این دو ناحیه پوچ قبل از اینکه به هم برخورد کنن باشه.
این فرضیه با نتایجی که از مطالعات اخیر به دست اومده هم مطابقت داره. با اینکه بعضی ها هم معتقدن که این ناحیه از فضا رو تمدنی فرازمینی با تکنولوژی فوق پیشرفتش پنهان کرده تا از دید دشمنانش دور بمونه و یا فقط میخواد از کل فضای اطرافش دور باشه. اما همه ما میدونیم که چنین احتمالی بسیار غیر محتمله و اگه تمدنی پیشرفته در جایی دیگه از کهکشان قصد پنهان شدن داشته باشه، قطعا ما نمیتونستیم 60 کهکشان رو در امپراتوری فضایی اونها رصد کنیم. این احتمال هم وجود داره که تصور کنونی ما از کیهان به قدری محدوده که نمیتونیم ناحیه یه پوچ بوتیسفوید رو با اون توجیه کنیم. به پایان ویدیوی امروزمون رسیدیم. لطفاً برامون کامنت بذارین و بهمون بگین که به نظرتون منظومه شمسی 8 میلیارد سال بعد چه جوری خواهد بود؟ آیا ممکنه روزی زمین توی خورشید ذوب شه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون اون پایین در بخش کامنت بنویسین و اگه این ویدیو براتون جالب بود لطفاً و حتماً لایک کنید. ممنون که با ما همراه بودین.